یه ضد چروک، کرم های با شما برای همیشه. 2097-150-944-56-54. ربی الاعلا و به حمده الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله اکبر الله اکبر چیه؟ بچم همون که دیگه جون به گلوشه خدایا اینه دو یومیه دیگه نمیذارم این من بیرده بیا بیا خودش میدونه بتره که چشم حسود و بخیل و بیگونه آبی چشم گابی چشم میشی چشم زاغی چشم خدا انشالله شفا شده مشتلی ممن کنه محسو دخترم خدایا انشالله شفا شده دخترم بابات باباتی جان بابا حرف بده چی کارش کنم؟ قبل داشته باش عبدو حلقش کردیم تخبه مرغم واسهش شیشن سیستاندم واسهش دود کردیم تا دیگه قسمت چی باشه دیگه به این چیزا اعتقاد ندارم خب نگو برا مگر دیوونه شدی؟ آه دیوونه شدم شما هم جای من بودین دیوونه همیشه کجا مباری؟ مبارنش ده بزرگ پیش دکتر دو فرسق راه هست باشه راه سخته جندم گل نمیتونم صاف کنم اینم جلو چشم ور بپره منم هم پس میام
باشید. تو دیگه با این پای چلاغت کجا میشی؟ چه مطلب این پرشو؟ کجایی؟ این بغل عمارت آجاری. خدا حافظ کنه. دکتر کجایه؟ مریض داره، بشین تا نوبتت برسه. بگی بشین اونجا. حال بچه ما خیلی سنگینه. اینا هم حالشون سنگینه. آسیاب به نوبته. آه. خدا. نعمت مریض بعدی بفرستو. بله. نوبت شماست. برای. تبرکو. نوبت تو آدی من. بچم داره از دست میشه. آخه من دو فرسخ راه و پیاده اومدی. خودت حتما پیاری. میدونی من چی بگم؟ خیلی خوب ببرش. خدا ببرش. ببرش. سلام آقا دکتر. سلام آقا دکتر. سلام آقا دکتر. من بچم از شما میخوام. بخوابونش رو تخت. چشه؟ والا دعا نویس دهمون بکود که هیچ کس نمیدونه. هرچی هست از گلوشه. اون تفری بچه اول من خونداغی سرتجوری. الو بله برادر آقای بخشدار مریض هست؟ بسیار خوب من مریض دارم الان میام. راه دور بود. دو ساعت تو راهی. آه دکتر نجات شاده تو رو به خدا. خواهر آخه من که پیغمبر خدا نیستم معجزه کنم. دکتر لطفا شما بفرمایین تو راه. خواهش میکنم. من؟ بله بفرمایین بفرمایین. خواهش میکنم. چیزی نیست ناراحت نشید. تحملت بیشتر ایفتیری داشت. دو سه دقیقه است که تموم کردی. این هم رم این دیگه که جلو چشم هر بیتره. آخه من که از سعیدنی هم طاقت داشته باش. تقصیر خودت. اگه زودتر آورده بودیش نجات پیدا میکرد.
قصه نخور، خدا پسرتو زنده میکرد. سلامت باشی. شنیدم مدرسه‌اش تموم شده. بله، یه 4 کلاس تو ده خودمون خوند، 2 کلاس هم رفته ده بزرگ بخونه. تحصیلش گرفته؟ رفته که بگیره. حالت چطوره؟ الحمدلله. برکن برکن بذار، ایشالله که قبوله. امید به خدا. خب الحمدلله. بفرمایید خانم. حالا اون طفلی چه شده بود؟ والا دکتر مکوت که نمیدونم دیپتیلی شده چی شده. صاب مرده بعد مرض، یه پارسال جمشید منم همین مرض رو گرفته بود. ولی الحمدلله آقازاده صحیح و سلامته. آخه دکتر بغل گوشمون بود، زودی نجاتش داد. حس دیوونه ها سرش انداخت پایین و رفت. بلش کن، بچهاش مرده، حواس درست حسابی نداره. بریز بینم. تمام شد قربان. تمام شد؟ من که چیزی نخوردم. خوبه که مرض قند داری، بیاریم پرش کنیم. دکتر بغل گوشمون بود، زودی نجاتش داد. باشتم برنا چی شده؟ دکتر بکو دیر آمد. گوشمون بود، زودی نجاتش داد. دکتر بغل گوشمون بود، زودی نجاتش داد. دکتر باشی بغل گوشمون باشی، هم ولایتیات نجات هادی نفهمی چی میگی بابا؟ ده ما 4 کلاس که بیشتر نداره، من 2 کلاس چم ده بزرگ خوندم. باها جمع و تینا بگویم شو بیان خونه ما، امو حسین و کت خدا مشت حسین علی رو خبر بکن. بیتو پیترم باشی. بیتو او باید دکتر باشه. ما هرچی میخواییم بگه این بگه، اما این ده دکتر میخواد. این نمیشه که ما بچه های نازنینمونو مثل دست گل کنیم، اون وقت جلوی دکتر باشه. چه شدی؟ نه
مردسه یه ده ما که 4 کلاس بیشتر نداره، این بچه 2 کلاسش هم هر روز رفته دو فرسخی ده بزرگ خونده. کار یه شن نداره برای من یه دکتر شدن کار ماهایه. حالا پسر ارباب بگی بله، هم پولش داره هم وسیلهشو. تمون دار و ندار رو میذارم روی این کار، میشم تهرون کاسبی میکنم، بچه من میذارم درس بخونه. این دیوونگیه، تو هیچ فکر مخارجشو کردی؟ آدم باید سرگر نشسته باشه تا بتونه این کار بکنه. ملکم رو میفشی؟ میخوای ملکتو بفروشی؟ دیوونگی خاکتو بفروشی؟ بابا والا اینم حق داره. چی رو حق داره؟ دهاتی جونشو میده خاکشو نمیده. پسرم باید دکتر باشه. نه خیلی تو کلش فرو رفته که باید این کار بشه. میگم ما خواهی باقتو نرفوش. آخه آدم هزار جور بدبختی و پیری و مریضی داره. بعدم نمکه خیلی خوب، فقط زمین ها و میرفشم و میشیم تهرون. میخوای بشی تهرون؟ پس تکلیف این دختره کی میشه؟ آخه ناسلامتی این دوتا بچه با هم نمزدن. هر وقت موقعشون شد تکلیف رو میکنیم. مرد شوره این بخت منو ببر. اون از پسرم که سر نوبت آب زدن کشتنش، اینم مذهبم که معلوم نیست تکلیفش چی میشه. خدا رو شکر. خلاصه زمین ها و میرفشم، شماها خریدارین به شماها میرسه، اگه شماها خریدار نیستین به کسی هم میرفشم. اونجا یه حدش مخوره به جوی جورناس، از این ورم مخوره به باغ عمولی، از این طرف هم خورون دست شما، از این طرف هم که میخوره سر جاستم. باغت هم اگه میرفختی معامله میکردی ما؟ نه باغ گوشتم برای روز مبادا. خلاصه پیل هش میل خودت خودت میدونی. ایالم بگود که باقت باشه. حالا کی میخوای بشی تهرون؟ فردا مال میگیریم و میشیم سر جاده، از اون برم با هتل بشیم تهرون. ما هم که فردا میخوایم بشیم تهرون. چی کار داری تهرون؟ من میشم واسه نظام بازش بپشم. همون نشد؟ نه خب پس فردا با هم یه هم سفریم. انشالله انشالله امید خدا. الله خیرون حافظن و خوبه افم را دست حق به همراه. خدا حافظ شما، خدا نگهتا شما به سلامتی برین و برگردین. خواه کاغذ بل بیشم. من که سواد ندارم. جلال با هست بل بیشم. جلال تنبلی نکنی یا حتما کاغذ برم. خدا حافظ. خدا نگهتا. خدا حافظ شما به سلامت. شما ها کجا بشین به همراهتون. خدا حافظ. بشین به همراهتون. دارن میشن تهرون. ما هم میشیم تهرون. خدا به همراهتون. یه لاشتای ماشین توپن داره. خدا نگه دارم اونجا. خدا حافظ. ایشالله که خدا خودش بهتون توفیق بده. الهی خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا پشت و پناه همه تون باشه. خدا نگهدار آجام اوجا. خدا حافظ بسرم. خدا پیرت کنه. کاغذ بلویسی ها. بشین بشین زیتاره جا بگیریم. یا الله بشو بلا آقا. این جاجی اون که گذاشته اینجا سر را بابا هایش جاتون خوبه؟ آها خوبه. آه الحمدلله. ببخشید آقا اینجا جای منه. خانم از زرف و زرف سوار شده. شما بفرمید یه سملی عقب تر. باشه اشکالی نداره. میشیم عقب تر میشیم. چه توفیری ما کنه؟ آخه اونجا کسیه؟ نه جان ما دو نفریم، اگه ممکنه شما عقب تر بشین. خیلی خوب شما چون دو نفریم بشین رو صندلی دو نفره. ما بشین یه صندلی دیگه گیر میاریم. صندلی دیگه چه رو بیر میکنیم؟ ببخشینم یا الله داشتون فیلا
علی؟ شما پشت سر من بخوای بشینی؟ بفرما اینجا. چطور توفیر نمیکنه؟ بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن. توفیرت کنه. خدا عزت داره. مشتری. حواستو خوب جمع بکن. پولاتو جاشو محکم بکن. نکنه داغشو به دلت بذارم. جاش محکم. شما این کبریت داریم؟ نه جاش محکمه. نه چیزی ندارم. آنجا شما خیلی خوب، خیالم راحت شد. خدا, خدا نگهدارت. خدا پشت و پنار. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. الله خیر حافظ و هو مرحم الراحیم. خدا یا خودت بکشه. آقا شما تهرون میرین؟ نه من جایی نمیشم. آها تهرون میشم. شما 20 تومن پول خورد دارید؟ نه من اصلا پول ندارم. ای پس این انار رو هاده به بابات بخور گلوش تازه بشه. بابا ننم گفت بخور گلوش تازه شه. بفرما. قربان. بفرما. باشه سین علی. بفرما انا. بابا من که دندون ندارم. حافظی بفرما. انا. مرسی. تو تهرون میری؟ آها میشم تهرون. میری عملگی بکنی؟ عملگی؟ نه. میشم بچه‌مو بذارم دکتر بشه. چی کار داره میکنی؟ دستبال داره یه؟ نه من دستبال ندارم. اصلا هیچی ندارم. میدونی اینجا کجا؟ نه نمیدونم. اینجا شهر تهرونه. شهر شهره. جو بح بح جلال اینجا شهر تهرون ها به درد تو بخوره چشاتو وا کن. آها آه ماشین دو طبقه است. ای دو طبقه. ای جلال اینجا رو بین. اینا ماشین دو طبقه ایه. اینا به درد تو بخوره چشاتو وا کن. میبینم عجب قشنگه. آه بین این چه که بین. الله اکبر جا رفته ماشاءالله در فلک کشیده. عجب امارتی ها. میدونی کجا؟ نه نمیدونم. ساختمون شرکت نفته. کمپانی شرکت نفت. جلال اینجا رو میدونی کجاست؟ اینا شرکت کمپانی نفته. همون نفتی که میگن مثل زن خوشگل مومونه هم تلایه هم بلایه. چشاتو وا کن به درد تو خوره این چیزا. آه هیش نفتی ماشالله جلال. هیچی بعد ما سر نگم. بازار بخوردن؟
یواش باش. نکنه دشمن کار خود رو کرد؟ آقا اون باره بنداز بیدا رد و برد تاخت برد تو این جیبم بود، اول تو این جیبم بود، بعد از ترسم گذاشتم تو این جیبم، هی این جیب اون جیب که دم ببینم بس همه چه اینجا قلومبه شده اینا ها اینا کیسه چپوق همه صاحب ما نفردی که اینا کیسه پیر همه یارو احمدی کیسه چپوق همه زده بود لا جهان دلده جهان ده نزی بود پاک بارو از کار کاسه اینگین ها داداش خیلی هم واسد اون جواله مانم از اون بلا بینگیم پایین آه، اون جوار باره ما یه، جوار آقا الان میدم بابا. او سالی حواست کجا؟ زندگی مگه واسه آدم حواست میذاره؟ آجو آجو کار کاسبیت نمیچرخه؟ اون که نمیگرده هیچی، از زور کتاب خریدن واسه جلال دیگه به تنگ اومدم. نیمه ده همه یه ما پیش بود که گفتی 200 تومان کتاب واسش خریدی. آخه از قرار معلمش عوض شده، این یکی دیگه با اون کتابا درس نمیده، باید دو مرتبه کتاب بخره. کسی که خربوزه میخوره پا لرزش هم میشینه داداش. من حرفی ندارم. تقصیر خودته جونم، 100 دفعه گفتم کارت که روزا تموم میشه سر شباب یه بریم با هم حاجی فیروز شو. از همین شعر مهرام که ولدی سر هم کنه بخون، به قاعده 5-6 روز که بند نهی کنی پول در بیاری. آخه از آبروی پسرم میترسم، دیگم نکنه منو بشناسن. ای بابا از کجا تو رو میشناسن؟ تازه میتونی ریش سیبیل بذاری و صورتت هم سیاه کنی. ما که این 5-6 ساله همه رنگ رو زدیم، این غم هم بیاری بهار و نو بهار و من نزیدم موسیقی برقراری کنم وقت کاره من نزیدم با این روی جمعونم تو خناه نمه زول با خودم با خودم نه ها لقصه میتونی دلده بذاری زمین لنگو دعویت برنگی وره میمون که نیستم ببینم به معرفت من مسجانی کار میکنی ها یا قندوری وقتی من مریقا میگه زنده بذار زمین پتو هوا کن هوا کن. آروم باش، آروم باش، جلال کتاب بگو. یه چرا خوش کرده؟ پسرم باید دکتر باشه. سلام.
شاگرد بشم. قرابی با سرموش کاغذ نیسته نوشت. یه کاغذ نیسته دخترموش نوشت. شما خورده بسش کباب درست کدم. خوب کدی خودت هم خوردی؟ نه دیگه. چرا؟ چطور تو نیمه پنیر بخوری من کباب؟ کوه بشه به دلم. میگفت چرا گوش بابام شبا که میاد کنه سیاهه. خب روزا کار میکنم، شبام دوده نفت این چیزا میگیرم. اما جون خودتو داری تموم میکنی. داری فردای بچه‌مون تو کار. اگه بری تیم ما خیلی ضعیف میشه. چی کار کنم؟ بابام گفته برم خارج طب بخونم. با هم بریم. خرجش خیلیه نه؟ نه بابا، همینقدر که تو خرج رو آسان تو جور کنه بقیه چیزی نیست. اصلا اونجا کار میکنی؟ آره. حالا با بابام صحبت کنم ببینم چی میگه. ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سرد بالا کن، ارباب خودم باش باش خندی، ارباب خودم کر نمیخندی، جونم کر نمیخندی، حدی کر نمیخندی، جونم کر نمیخندی، گفتم تنم آناد نکن گفت نمیشه، گفتم تنم آناد نکن گفت نمیشه، گفتم سر زلفت چه کنم گفت بلش گفتم کسی دلپت نکنم گفت نمیشه، جونم گفت نمیشه، حدی گفت نمیشه، حدی بیدون تو جاریه میزه، 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 پاکسی بوجه. بله بوجه، تو رو به خدا من رو بر سر آسیا به دوله ها. خیلی خوبه باباله، بله باباله. یا چی شده؟ شو هم میدونم چه مرگشی به زیبایی طبیعی با خاکی که ملسلت بار میدونم. خوشکی بخت. خیلی خوب، رانیزی که خودم پیاده میشم. بیا، اینم کرایه هست، ظاهر و واسین. چه ریخت به تحمس کردی؟ تو که نمیدونی، برای یه لقمه نون آدم باید صبح تا الهی شوم هزار ریخت از خودش دراره. آره راست میگی. باشه ببینم کیه؟ اون چیه؟ هیچی، لباس واسامه، چیزی نیست. بازش کن ببینم. چیزی نیست، کار دارم. گفتم بازش کن. بیا بفرما. این کلاه حاجی فیروزی، این هم داریه،
این هم ریتی بیدی. نه خب جمعش کن نمیخوا برش دو برو گفتم که جرام چند روز نمیمه. نه خب الحمدلله علا شکر. چه خبر شو به جلال مریض؟ نه در صورت من جای سیانی؟ نه خیلی خب چه چی شده؟ یه نمیتونم از تو پنهون کنم. من شبا حاجی فیروز میشدم که کمک خرجمون بشه. امشو جلال منو دید اومد طرف خونه. منم هر طوری بود خودم رو زودتر به خونه رسوندم که نفهمه. اینا هم اسباب کارمی که قایم کردم. اگه حاجی فیروز شدن عیبه. نه بیچی لگو اومد. مادر بابام خونه ای؟ سلام. سلام بابا. خبریه؟ نه بابا یه فکر بدی کرده بودم معذرت میخوام. چیزی نیست. یه دقیقه روتون رو اونور کنیم. پیر سلواتی الحمدلله نفهم. نه بخیر کنم. چیزی نمونده بود که کارا خراب بشه. پوشیدی بابا؟ آره بابا پوشیدم. یه خبر خوشی هم براتون دارم. خوش خبر باشی پسرم. این سلطه هم شگرد اول چه؟ آری کلا پسرم زنده باشی. بیا بابا. برقم روشن شد. روشنایی آمد کاره. این دیگه افراطه. تا حالا کجا بودی بابا؟ با بچه ها رفته بودیم سینما. مگه 15 روز شد؟ آره دیگه پنجشنبه به پنجشنبه 8 این پنجشنبه هم 15. درسته دیگه. راستی امروز مسابقه داری؟ آره مادر دو تا زد. بی خود زد و خورد شدیم بابا. نه بابا دو تا گل زدیم. زد و خورد چیه؟ دو تا گل. گل؟ گل دیگه گل نداره. شوتو بخور بابا. بسم الله الرحمن. بسم الله. پس شما چرا شامی نمیخوری؟ ما شاممونو خوردیم. ما گرسنمون بود سرکشونو خوردیم. حالا بازی میکنیم. بخور بابا بخور نوش جونه. با دو سه نفر از بچه‌ها صحبت می‌کردیم. می‌خوام برم خارج تست بخونم. یه خرج سفر منم جور می‌شد. منم باهاشون می‌رفتم. تب که بخونی دکتر می‌شی؟ آره بابا. چقدر مخارج برمی‌داره؟ درست نمی‌دونم. میگن از این بر 2000 تومان کرایه برمی‌داره. بعدش هم ماه به ماه خرج من و دانشگاه که ممکنه اونجا کار بگیرم. نظرم زیاد سربار شما بشه. تو میگی چی کار کنی؟ والا عقلم قد نمده. ما قمم میفروشم دیگه یکی برای اون رقی نمیم. عوضش پسرمون دکتر میشه. تمون مردی رو نجات میده. نمیذاره جگرگوشه این کسی بی خودی بمیره. اون وقت دیگه چی کار میکنی؟ بشین سر خونه اول. ما بچه کوهستانیم. تو دهات به دنیا آمدیم. تو دهات هم از دنیا میشیم. واسه دیگرون کار میکنم. منم بهت کمک میکنم. تو فرشته ای. تو ملائکه ای. من جونم هم از تو بچم تعریف نمی کنم. چی داری زن و شوهر با هم پچ پچ بکنی؟ هیچی. میخوایم کاری کنیم که تو دکتر بشی. آخه میخوام پسرمو بفرستم طب بخونه. ای والا بابا باریکالا. اما مواظب باش کفدر پر نزنه. نه
ملک و مال دیگه هم داشته باشی خریداری. نه دیگه چیزی ندارم. مسئله تموم شد. خب خدا نگهدار تا فردا بشین محضر. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. آخه میخوام پسرمون بفرستم طب بخونه. ای والا بابا باریکلا. اما مواظب باش کفتر پر نزنی. نه ملک و مال دیگه هم داشته باشی خریداری. نه دیگه چیزی ندارم. مسئله تموم شد. خب خدا نگهدار تا فردا بشین محضر. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. تموم شد؟ آره قرار شد فردا بریم محضر. جلال کو؟ ای همین دوره ورایه پیداش میشه. رفتم اون جایی که ما میرفتیم. هی جوونی کجایی که یادت بخیر. چی برمیگردی؟ هر وقت درستان تموم میشه. چه درسته تموم میشه؟ هر وقت دکتر بشه. درست دکتری مردمه بخونی یا؟ برای دکتر زن مریض یا مرد مریض توفیری نمیتونه. درست برای آقا دکتر توفیری نمیتونه. اما برای زن آقا دکتر توفیری میتونه. خب اگه خودت خدای نکرده خدای نکرده مریض شدی اون وقت پیش کی میخوای بری؟ آخوته دکتر من توی دوای درمون من توی. انشالله وقتی اومدم مطب باز میکنم به تو آمپول زدن و پرستاری یاد میدم. هر دومون با هم کار میکنیم. نمیذارم تو بیکار بمونی. درست خودم نباید بیاد بکشم به شرطی که زود برد دل من طاقت دوری ندارد. بگم نگاه کنم روی صبحی میشه چشمونه آسمون بارون میاد دونه چشک چشمونه ما که مجنون نبودم مگر به صحرا رو کنم سر به صحرا میذارم یا دیوونم یشکمه. سفر عزیزا که میبینم چشم امید من به تو
همه اهل آبادی به کار من نکنید. تویی که باید منو روز سفید بکنی. همه نظر و نیاز میکنن که مریضاتون خوب شن. من میخوام دکتر بسازم که مریضامون خوب شه. بازم هرچی بخوای واسط فراهم میکنم. فقط کاری کن که ما خجالت زده نشیم. Would the passengers departing for Paris report to the gate number 2? Thank you. این قرآن رو همراه داشته باش. قرآن نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. الله خیر الحافظن و هو ارحم الراحمین. خدا یا خودت میتونم شد جلال ما دیگه از ایرون نمیمونی. واسه خاطر تو اومده بودی تا عرب بیمکن جای ما اونجا. چرا از خورت نمیگی؟ حیف از این دست و بالت نیست چی؟ عید نداریم. مشکلی چشم دلت روشن است. بیدارت کاغذی باید. پشیش سال بیشه گرفته. هست نسن بسته یک کاغذ داری بابا. بشیم حالیم امینم بابا. امینه خونه‌ایه. نه کاری داشتی؟ از آقا جلال کاغذ اومده. خواستیم حاجی ماستم اون بخونه. چشمتون روشن. گمونم رفتیم سر کشمه او بیارم. خب گیرش میاریم. من همه جز بلدم بخونم. اما خط فارسی رو نمیتونم. ولی خودم واسه تو مخونم. نداره. سلامت باشی. سلامت. Thank you.
آفی شدی میگه این درد آنجا مستم بگی من جوش حالا بیا بابا ای بار تیاره بی سماتی نالا قربان پدر و مادر عزیزم می روم بابا پدر جان مادر جان بزرگترین آرزویم این است که وجودهای عزیز شما سلامت و از هر بلایی عاری باشد و به زیارت شما نایل شوم مخصوصا حالا که نزدیک از درسم تمام شود صبرم کمتر و آرزوی دیدار شما خیلی بیشتر شده است خدا نگهت داره درد بلاستی جون پدر جان باور کنید اونجا مثل بهشت میماند و اگر دوری از شما ها نبود دیگر من هیچ غمی نداشتم تا 4 ماه دیگر درسم تمام میشود و دکترای خودم را میگیرم و امیدوارم انشاءالله هم ولایتی ها همت کنم تا آن موقع یک درمانگاه کوچکی هم در آنجا ساخته شود که دیگر از هر حس آرزوهای شما برآورده شود امینه اون آخرش چی بود؟ نوشته که امیدوارم هم ولایتی ها همت کنم و تا آن موقع یک درمانگاه کوچکی هم در آنجا ساخته شود درمانگاه خدمت حاجی عمو و عمو جان مشتی حسین و خانواده های آنها هر بندگی دارم برای دختر عموی مهربانم هم کاغذ جداگانه نوشتم امیدوارم خوشبخت باشد بیشتر از این مصدی اوقات عزیزم نمیشوم و دست همگی را میدوستم قربانتان جلد درمونگا کاغذ رو بگیرم من با این کاغذ حالا کارها دارم بیا خیلی خوب از کش پیش شماها باشه عمود گمونم رفت دنبال کار درمونگا ما هم کمکش میکنیم آها البته اگه شما کمک بفرمایین که این درمونگا ساخته بشه هم اجر دنیا داره هم آخرت میدونی مشتری من از ساختن بیمارستان و درمونگا و این چیزا حرفی ندارم چیزی که هست الان پول من دست مردمه وضع بازارم چندان تعریفی نداره باید این کار رو بذاریم برای سال دیگه انشالله سر خرمن یا فرمایشی نداریم؟ سب کن ببینم بهت برخورد؟ نه آخه تا سر خرمن خیلی طول میکشه منم نمیخوام به پسرم وعده سر خرمن هاتم اینه که باید بشم از یه راه دیگه ای داخل شم سایه شما کم نشه شربت شیرنیش کمه تا چه دست به دست بذاریم و مطیع قسمت و سرنوشت باشیم تا چه چشممون به دست رمال و دعا نویس باشیم وقتی بچه‌مون نباشه علنگو به چه دردمون مخوره وقتی که در مادر ما از درد بمیره چون این ریز تلا به چه درد آقا آسه جلیه سلام علیکم آقا باز سلام علیکم آقا مدیر داره آه. این دفتره تقیه بازم بشه تو خدا خیرت هاده خدا خیرت هاده سلام علیکم سلام مشتلی حالا چطوره؟ هی به مرحمت شما از آقا جلال چه خبر؟ دیگه باید دکتر شده باشه به یاری حق امسال سال آخر شد اتفاقا واسه همین خدمت شما رسیدم که یه مشورتی هم با شما کرده باشم بی زحمت از همینجا که تازه دم یا یه خورده پایین تر یا یه خورده بالاتر که نوشته امیدوارم تا 4 ماه دیگه از همونجا بخونیم تا 4 ماه دیگه درسم تموم میشه و دکترای خودم رو میگیرم امیدوارم هم ولایتیام هم همت کنن و انشاءالله تا اون موقع درمانگاه کوچکی در اونجا ساخته بشه خب به جمالتون
مخواهیم یه درمونگا بسازیم. آفرین بر این عاطفه و انسانیت. از دست من چه کاری برمیاد؟ از دست یه نفر کاری بر نمیاد. میباد دست جمعی کارا رو از پیش برد. به آقا رجوع کردی؟ اون میتونه. نه، او فقط میتونه وعده سر خرمن هایی. اول پیش او رفتم، مردم رو جمع میکنیم، با فشون صحبت میکنیم، شاید قبول کردن. آفرین، همین کنیم. هم ولایتی ها، برادران، 12 سال پیش وقتی دیدم تا جگر گوشه هامونو به دکتر برسونیم از دست میشن، با خودم و خدای خودم عهد کردم پسرمو بذارم دکتر بشه. هر طور بود و هر جون کندنی بود اون کارو کردم. اینها کاغذ شد، تا 4 ماه دیگه میام. اگه تمام سرمایه و خرجش نکرده بودم درمونگاشم میساختم، اما چه کنم که دیگه آه در بساط ندارم، فقط میتونم عملگیشو بکنم. شما هم زمین و مصالحشو بدین، بذارین این درمونگا علم بشه. خوب هردیه، خوب کاری، پاک به پیغمبره. حالا هر چقدر که وسطش میرسه بیاد جلو و کمک بکنه. کدوم یک از شما حاضرین کمکی بکنین؟ بابام واسه عروسی من خریده بود، اما ترجیح میدم که با پول اینا یه خش واسه این درمونگا تهیه بشه. حالا هاشا به غیرت شما مردا. من و مشتری جوونی و زندگیمونو تموم کردیم تا تونستیم جلال و دکتر بکنیم. حالا برای این درمونگا این علنگوها امیدم. از دست من لحچک بسر بیشتر از این بر نمیم تا ببینم شما کلا به سرات چی کار میکنی. ای بابا، نشستین همینطور به هم نگاه بکنین، زمین آسمون به ما میخنده. مشتلی من 10 تومن بدم. من این بوزم بدم که به دستیان نمیرم. منم پولی که جمع کرده بودم برای زیارتم به این راه میدم که از زیارت برام خیلی بهتره. 300 تا درخت تبریزی هم از باغ من ببرین واسه مریض خونه. منو کبله مگن؟ یعنی از مشهدی هم کمترم. من 200 تومن مدون. حاجی از کبله کمتره. 300 تومن پولو 60 تبریزی هم ما میدون. منم بالا هم سعی میارم. منم 4 تومن میدم. منم 4 تلنگو هم میدم. منم 12 تومن میدم. من حاضرم کار مجانی بکنم. منم 20 تومن میدم، فعلگی جمع کنم. منم 6 من گندم میدم، خشمالی هم بلدو. منم 2 زردالو میدم. بابا کارا که همه اون باید از جون دل برکنیم. منم زمینشو میدم، فعلگی هم میکنم. از فردا کنم، آجوری بده تا فرش کنم.
خاموش کنو. در راهشو پاش کنو. همین رو بده کاموش کنو. دلبر جانان می آید. یوسف کنعان می آید. حالا دیگه گل نفت کنید. بالاخره تصمیمت چی شد؟ برای بابا کاغذ گرفتی؟ نه نمیدونم، سر یه دورایی مونده. آخه چطور بنویسم نمیدونم؟ خلاصه من که اگه جایی تو باشم به اون برنه. آخه پدرم تمام عمر و جوانیش رو من گذاشته. خب اونم اگه اینجا بود هیچ وقت فکر برگشتم به سرش نمیدونم. اوه بچه محسنه ای کردم، مذرت میخوام. اشتیزم باشه تموم دیاد که سهله، تموم تهرونم بگردی رنگش رو پیدا نمی کنی. بی خود بهش تلقین نکن، جلال نامزد داره، نامزدش هم منتظرشه. خود این دخترم نامزد داره، بی خودی خود چقدر جلال بچسبونه. اوه سعین انتون نفتر سعین دختره دقاتش تق شد. ببینم ارزشو داری از دلش در میره. اکسکیوز ماشه اشتری، چشمت روشن. ای دلت روشن، چه خبر بابا؟ ها از پسرت کاز اومده. ای بابا خدا یا بابا الحمد. خیلی ببینی جوان، خیلی ببینی این شام دیر کرده بودی، دلم شیر افتاد. امینه بیا بابا، من از چهار ما کاغذش بیام و مجدگونی آده. اگه بخون امو خودت هم باید مجدگونی بدی. مادر عزیزم را قربان می‌دهم. امیدوارم که حالتان خوب باشد. اگر مدتی است که دیر به دیر برای شما کاغذ می‌نویسم معذرت می‌خواهم. قربون کمالاتت بشم، پیر بیار سلماتی. بخون. چه کنم، سال آخر بود، خیلی زحمت کشیدم و الحمدلله دکتر شدم. ای پروردگار حی و قیوم، به حق باب الهوای تموم حوائج مردم را برآورده کن. پدر جان مطلبی میخواهم برای شما بنویسم که میترسم ناراحت بشوید. ولی میدانم که شما خوشبختی مرا میخواهید و راضی نخواهید شد که من ناراحت باشم. بخون پدر جان، من روی آمدن به ایران خیلی فکر کردم و هرچه در صدد مقایسه بر آمدم دیدم آمدن من با آنجا جز این که آسایش خودم را سرد کنم نتیجه دیگری نخواهم گرفت. حالا چی میگه؟ فکر میکنم برای من که سرست به محیط زیبایی اینجا خوب گرفتم خیلی مشکل خواهد بود در اون محیط زندگی کنم. یواش بخون، یواش بخون، نمیخوام کسی بفهمه چی نوشته. تصدیق میکنید که محیط آنجا مناسب من نیست و حالا که من دکتر شدم خیلی راحت میتوانم اینجا کار بگیرم. البته محبتهای شما رو هیچ وقت فراموش نکرده و مرتب برای ایتان خرجی میگرستم. گربه کوره، همه دیگه توفو نقلت هم بکنم، باز به من میگن کفتر پرزم. بخون سعادت امینه دخترامو عزیزم را از خداوند متعال خواسته.
سلام. سلام بابا. سلام. این دو خط آخر این کاغذ رو بخون ببینم بابا. خیلی ببینی مای خودت نمیتونی بخونی؟ من؟ نه من کورم کور. با اجازه شما اول ماه آینده بده من بخونم تا بلد نیستی. ضمن جشنی که دوستانم به واسطه موفقیت من در امتحانات میگیرند قرار است با یکی از دخترای خوب اینجا نامزد نمیخواد بخونیم. باشی بابا باشی. نمیخواد یه خط دیگه مونده. نه بسته دیگه باشی. پروردگار حی و قیوم، ای پناه دهنده درماندگان، تو ناظر و شاهد بودی که من از هیچ فداکاری کوتاهی نکردم. این بچه به من ظلم که به دیاره به هم نوعش ظلم کرد، اما من نمیتونم نفرینش کنم. بچمه بارلا با دلی شکسته به تو روی آوردم، ازت مخم که اونو به وطنش برگردونی. برگردی اون باید برگردی. من میرم واز میکنم بچه. من نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر. وظیفه‌مون رو تشکر لازمی. بچه ها مجده یه هدیه از ایران. چی؟ از ایران؟ پنج از اصفهانه. غلط نکنم سبزی خوش که برای گربه سبزی. نه من فکر میکنم پسته یا قوطی نقره. حال شدم که بالاخره به آرزوم رسید. تو دکتر شدی، اما حیف که نمیدونی چه چیزا باعث شد که تو به مقام دکتری برسی. تمام
من از بین رفت. من و مادرت عملگی کردیم، دست و بالمون زخم شد، شب مون و پنیر خوردیم، اما برای تو شامی کباب دیگه کردیم. اون شب که با عجله به خونه اومدی و دیدی پدرت حاجی فیروز خیابون نبود، اشتباه کردی، جولت زدن، پدرت بود. تموم آیدی اون شبمو به تاکسی دادم تا تو ناراحت و خجالت زده نشی. تموم این بدبختی ها رو کشیدم که تو دکتر بشی و به وطنت بیاد، هم ولایتیات و از مرگ و میر نجات بده. بیایی و به قول خودت این محیط نامناسب و مناسب کن. ولی افتون زد، افتون ناراحتت نمی کنم، هر چه بود گذشت. من در مقابل همشهریام روسیاه شدم، اونا درست گفتن، کفترم پرده هست، ولی در هر حال من پدرم. دلم میخواد در خوشی فرزندم شریک باشم، چون از مال دنیا زیاد چیزی برام باقی نمونده که به خاطر موفقیت تو برای چشم روشنی بفرستم. اینجه مشخاک وطنت رو برات فرستادم. این همون خاکیست که اجداد تو جونشون رو به خاطر اون فدا کردن. همیشه جلوی چشمت باشه، به یاد اون باش. امیدوارم این هدیه مقدس و عزیز و گرانبها بداری. پدرت علی. من به وطنم بر می‌گردم. اصلا هیچ کس باور نمی‌کرد یه همچین کاری انجام بشه. یالله خیلی دیر سرده ها، همش دل جون ناراحت نباش. نکنه تاریخ تیلقرافش عوضی سر شده باشه. نه بابا، اینقدر دلتون شور نزنه، مطمئن باشین دیر نکرده. بریم دم در بابا. بیا بیا بابا. Thank you.
همینا کویه. مگه میومد زبون سیمار رو بهش کندیم تا رازیش کردیم دستم بیارمش. من از روش خجالت بکشم الله. بسی چی؟ هیچی، خودش هم بعضی چیزا رو خبر نداشت. اگه تموم کاغذ خونده بود ته. خدا بیامرزه ها جمعی، چقدر آرزوی من چه روزی رو داشت. خدا بیامرزه. اون از این لباس بیشتر خوشش میاد. ما که از کارای شما جمعونا سردر کرم الیزا از ترشحات حلزون به دست اومده و دارای تمام مواد مورد نیاز جهت تغذیه پوست شماست. مواد تشکیل دهنده الیزا عبارتند از آلانتوئین، کلاژن، الاستین، پروتئین، ویتامین، اسید گلیکولیک. الیزا برطرف کننده چین و چروک، پف زیر چشم، انواع جوش، شل بودن و افتادگی پوست، لکه‌ها، آثار زخم،